طی یک سفر رسمی به مناسبت 8 مارس روز جهانی زن، خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت با هزاران تن از اعضای سازمان مجاهدین خلق و شورای ملی مقاومت که اخیراً به آلبانی منتقل شدند، در شهر تیرانا دیدار و در کنفرانسی به همین مناسبت سخنرانی کرد. برای پاسخ به چرایی برگزاری این کنفرانس در آلبانی و پیام آن و همچنین واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی نسبت به این کنفرانس، از خانم پیمان شفایی، فعال سیاسی و حقوق زنان در شبکه‌های اجتماعی دعوت کردم تا امروز مهمان ما باشند. سلام می‌کنم خدمتتون خانم پیمان شفایی. خیلی ممنونم از اینکه دعوتم رو برای گفتگوی امروز قبول کردید به رادیو ایراوا. بعد از مدت‌ها البته خیلی خوش آمدید. سلام خدمت شما نرگس جان عزیزم. منم به شما خیلی سلام می‌کنم و پیشاپیش نوروز باستانی رو به شما و تمام مردم شریف ایران تبریک میگم که الان در کالیفرنیا هوا بهاری شده و ما بی‌صبرانه منتظر عید هستیم که بیاد و ایشالا امسال عید برای همه مردم ایران سال جشن واقعی، جشن رهایی و پیروزی باشه. امیدوارم اینطور باشه. البته هوای اتاوا امروز باز سردتر شده، گویا زمستان برگشته، ولی به هر جهت میگن خورشید پشت ابر نمیمونه، بهار به اتاوا هم خواهد رسید. متقابلا تبریک میگم سال نو رو پیشا پیش. خانم شفایی، بحث امروز ما درباره بزرگداشت روز جهانی زن هست که امسال در آلبانی خبری پخش شد که خانم مریم رجوی در تیرانا حضور پیدا کردن و در یک کنفرانس به مناسبت روز جهانی زن سخنرانی کردن. سوالم این است که حضور خانم رجوی در آلبانی، اون هم در روز جهانی زن، از چه اهمیتی برخوردار است و کلا هدف از برگزاری این کنفرانس در کشور آلبانی چه بود؟ خانم غفاری، ببینید وقتی که اولین تصاویر خانم رجوی حضورشون در آلبانی در سیمای آزادی پخش شد و در شبکه‌های اجتماعی، اصلا وقتی من نگاه کردم یه حالت غرور و یه حالت افتخاری به حرکت زنان ایران به من دست داد که چقدر حضور خانم رجوی چقدر مایه افتخار برای تک تک زنان ایران. اینکه ایشون به آلبانی رفتن، خب میدونین این اولین دیدار رسمی ایشون در آلبانی در حضور هزار زن اشرفی که سالها اگر اشتباه نکنم 14 سال زیر محاصره موشکباران، محاصره پزشکی، محاصره غذایی و دارویی و محاصره سوخت و همه جوره اینا تا تونستن این اشرفیان مبارز، این رزمندگان ارتش آزادی رو زیر فشارهای فیزیکی و روحی قرار داده بودن و این اولین دیدار ایشون بود بعد از اینکه این رزمندگان از عراق به آلبانی با حفظ تشکیلات سازمانیشون به آلبانی رفتن و در کشورهای اروپایی و به ویژه در آلبانی مستقر شدن. و در حقیقت به نظر من یک جشن پیروزی بود برای حفظ این رزمندگان، این تشکیلات و این سازمان بسیار پر افتخار. اینکه چرا در آلبانی، خب مشخصا به خاطر اینکه رزمندگان اونجا مستقر بودن، خانم رجوی به اونجا رفتن و در حقیقت برخلاف تبلیغات رژیم که سالها اینها رو یک نیروی پوسیده بدون تأثیر و همیشه سعی داشت که نقش سازمان مجاهدین و شورای ملی مقاومت رو بسیار کمرنگ در جامعه ایرانی نشون بده، برخلاف این ما دیدیم چقدر سرزنده و پویا بعد از این همه سختی‌هایی که داشتن به کشور آلبانی چقدر سرزنده و چقدر پرشور این عزیزان حضور داشتن و دوباره یک اشرف دیگه در آلبانی داره در حقیقت ساخته میشه و این یک نقطه عطف برای هزار زن مجاهد و زنان ایران به رهبری یک زن که ایشون هم نوک پیکان مبارزه زنان ایران قرار و رهبری این جنبش رو میکنه. درسته، شما اشاره کردید به محدودیت ها و محاصره های مختلفی که ساکنان هم شهر اشرف و هم کمپ لیبرتی باش روبرو بودن. البته چندین بار هم مورد حملات ماموران عراقی قرار گرفتن، درسته؟ بله بله، سالها همونجور که اشاره کردم خیلی کوتاه، حمله های موشکی، حمله های نظامی، هامویایی که روی این بچه ها رد شدن. اگر شما دقت کنید تمام این شهدا، حتی کسایی که گروگان گرفته شدن، روبوده شدن توسط نیروهای دست نشانده نیروهای ایرانی و عراقی،
از همین زنان مبارز بودند و همیشه زنان جلوی خط مقدم نبرد میکردند. و خب شما اگر دقت کردین در این 14 سال هیچ توطئه‌ای نبود که بر علیه نابودی سازمان مجاهدین و شورای ملی مقاومت انجام نشه، از لیست گذاری، از بمباران، از شکنجه های روحی، از آوردن یک سری نیروهای وزارت اطلاعات تحت پوشش خانواده روی کمپ اشرف و حتی لیبرتی، بلنگوهای 24 ساعته که اونجا بیمارای سرطانی و حاد بودن، اینا 24 ساعته صداهای وحشتناک در می آوردن، یه شکنجه روحی روی این بچه ها گذاشته بودن. هیچ کدوم از اینا نه تنها اینا رو نشکون، بلکه مقاومتر، محکمتر، استوارتر اینا، با توجه به اینکه خب خیلیاشون شرایط فیزیکی خیلی بدی داشتن، ولی با روحیه‌ای که داشتن، با ایمان قوی که داشتن، تونستن پایداری بکنن و اینجوری الگوی مبارزه مردم ایران شدن. یعنی یک نقطه امیدی شدن برای مردمی که اینقدر داخل ایران تحت ستم و زور رژیم آخوندی هستن. خانم شفایی، پیام کنفرانس روز جهانی زن در آلبانی چی بود؟ خب اولا که به مناسبت روز زن این برگزار شده بود، منتها مسئله فقط بحث زنان نبود. بحث زنان یه بحث خیلی پایه‌ای هستش برای مبارزه مردم ایران. اینکه پیام کنفرانس چی بود بسیار روشنه. اینکه زنان کشور ما که تحت ستم این رژیم آخوندی هستن و تمام ارزش‌های انسانی رو سعی کرده از زنان میهنمون بگیره این رژیم، از جمله سرکوب، از جمله محدودیت در تحصیل، محدودیت در حضورشون در جاهای عمومی، جداسازی دانشگاه ها، جنسیت کردن اماکن عمومی، اتوبوس ها، یعنی یه حالت جدایی، یه حالت آپارتاید جنسی در حقیقت این رژیم انجام داره میده، اینو نشونه گرفته. پیام این کنفرانس اینه که ارزش زن یک ارزش انسانیه، همونجوری که خب خیلی از این ما نگاه میکنیم تو خود سازمان مجاهدین، تو خود شورای ملی مقاومت، تمام رهبری، تمام کارهای پیشبرد این انقلاب دست نیروی زن سپرده شده. یک نقطه مقابل رژیم آخوندی که فقط و فقط سرکوب زن رو در دست داره و این پیام، پیام خیلی قوی هستش که عنصر زن به عنوان یک عنصر انسانیه، نه یک عنصری که به عنوان جنسیت ازش بهره برداری بشه، که هم بنیادگرایی و هم استثمار روی جنسیت زن بسیار دست گذاشته و این باعث شده که زنان حتی خودشون هم کوچیک ببینن. ولی در نقطه مقابل میبینیم که مقاومت ایران با ارزش دادن به زنها و خانومها، با ارزش دادن به انسانیتشون، نه نقطه های منفیشون، به ویژگی های مثبتی که دارن، به توانایی که دارن، وقتی که ارزش به این زنان گذاشته میشه، میبینیم که چه نیرویی دارن، چه انرژی دارن که میتونن یک رهبر خوب باشن، یک انسان پیشرو باشن و میتونن خیلی بیشتر و کارایی تر در جامعه برای انسانیت خدمت بکنن. و این نقطه عطف و این پیامی هستش که این کنفرانس به نظر من علاته برای مردان و زنان ایران داشت. درسته. خانم شفایی، شخصیت های بسیاری توی این کنفرانس شرکت کردن. میخواستم ازتون خواهش کنم اگه بتونین این شخصیت ها رو برای ما معرفی کنین. خب انقدر حضور اینا پررنگ بود، از کشورهای آسیایی گرفته از هند تا کشورهای اروپایی، از اسپانیا، آلبانی، آلمان، انگلیس، سوئیس تا فرانسه، که در این جلسات حضور پیدا کردن و همشون تکیه میکردن به ویژگی‌هایی که خانم رجوی برای رهبری و هدایت کردن این جنبش آزادی بخش به عهده داره و همشون روی این مسئله بسیار تاکید میکردن. شخصیتی از آمریکا هم تو این کنفرانس شرکت داشت؟ بله بله، خانم لیندا شاوز بودن که سخنرانی کردن، سخنرانی بسیار پرشوری کردن. به غیر از خانم لیندا شاوز، از کشورهای دیگه هم به خصوص از اسپانیا، ایتالیا، آلمان، سوئیس،
و خود آلبانی افراد بسیار مهمی در این کنفرانس شرکت کردند. خانم شفایی، آیا آقایون هم در این کنفرانس شرکت و یا سخنرانی داشتن؟ بله، اتفاقا از حضور پررنگ آقای الخو ویدال کواتراس میتونیم اسم ببریم، همینطور سخنرانی که آقای فاتمیر میدوف نماینده پارلمان و رهبر حزب جمهوری خواه آلبانی در اونجا بودن، از مردانی بودن که در این کنفرانس شرکت کردند. همچون که خدمتون عرض کردم، از کشورهای متعددی، کشورهای عربی، آسیایی و اروپایی در این جلسه حضور داشتن. نوشته ها و سخنرانی ها و حتی گفته های مفصلی از برابری زن و مرد، خب به هر حال ما همه جا دیدیم، شنیدیم، خوندیم، ولی تو این سالهای اخیر خب مسائل زنان از اهمیت بیشتری برخوردار بوده و بیشتر روی مسائل زنان تکیه شده. خانم رجبی، برابری زن و مرد رو چگونه تعریف میکنن؟ فکر کنم اگه سخنرانی خود خانم مریم رجوی رو شما گوش بکنین، خیلی قشنگ نکته رو بیان کردن. البته وقتی که ریز میشیم روی مسئله که یعنی چی رها شدن مرد، شما ببینین مثلا رها شدن مرد از این عنصر مرد بودن و خدا بودن یک جامعه، وقتی که از این ویژگی خاص انسانی شما صحبت میکنین، خب یک انسان طبیعتا درش عنصرهای مختلفی هست، از یک عنصر فداکار، عنصر انسانیه که دوست داره به هم نوع خودش کمک کنه، زیبایی خواه، زیبایی طلبه، و همطور عناصر حیوانی درش هست که شما به هر چی که روی اون عنصر و اون ویژگی هایی که در انسان وجود داره رشدش بدین، خب اون شکوفا میشه. وقتی که زن رو به یک، اینطوری بهتر بگم، وقتی که جنسیت زن رو به عنوان یک کالا میبینه و به عنوان این میبینه که این زن از خودش اراده ای نداره تا یک آقا بالا سر بالا سرش نباشه، حتی تو جوامع غربی حقوق زنان وقتی که نگاه میکنیم، حتی در شرکت های بزرگ امریکایی اروپایی میبینیم، خب مثلا خانم ها در نقش رؤسا و رهبری اون شرکت خیلی حضورشون کمرنگتر از آقایونه، و حتی اگرم هستن دستمزدشون پایین تر از آقایون هستش. این عنصر رهایی شدن مرد از نریگنگی خودش، از اینکه زن رو به عنوان یک کالا ببینه، خودش رو به عنوان صاحب زن و صاحب کالا ببینه، و این رو درک بکنه که زن هم یک انسانه که میتونه با ویژگی های خاص خودش و با ویژگی های انسانی خودش میتونه رهبری یک جامعه رو به دست بگیره، و کارهایی که خود مرد میتونه ازش بر بیاد، یک زن هم میتونه به همون نسبت انجام بده. این دیدگاهیه که به نظر من مجاهدین و کلن شورای ملی مقاومت روی این دیدگاه خیلی تاکید دارن که زن رو به عنوان یک انسان ببینن و مرد رو هم به عنوان انسان، و کلن نگاه به انسانیت نگاهی هستش که به ویژگی های خاص اون انسان بها و ارزش بدن و به نقاط مثبت اون انسان بها و ارزش بدن، نه به نکات منفی. برای همینه که توی یک جامعه دیکتاتور انسانیت میبینیم از بین میره، فقر به وجود میاد، فحشا به وجود میاد، فساد به وجود میاد، به خاطر اینکه اون اجتماع دست گذاشته رو ویژگی های حیوانی، رو غرایز حیوانی و روی بیشتر نقاط منفی اون انسان ها، تا اینکه بخواد روی نقاط مثبت و اینکه شکوفا بکنه انسانیت یک فرد رو. این البته بحث های فلسفی که خب شاید نه من بتونم از عهدش بر بیام، نه اینکه شاید هم مثلا از حوصله شنوندگان شما خارج باشه، ولی کلا من فکر میکنم رها شدن انسان، رها شدن یک مرد، اینکه میگن مرد رها بشه، اینه که اول اون ویژگی های خاص خودش رو بفهمه، انسانیت خودش رو بفهمه، نقاط مثبت خودش رو بفهمه، و همینطور این رو ارزش بده به هر انسانی، خودش رو از اون بندهایی که باعث میشه که به زن ستم بشه، زن رو محدودیت بهش بده و عنصر زن ستیزی رو از خودش دور بکنه.
این باعث میشه که اون مرد رها میشه. الان تو خود تشکیلات سازمان مجاهدین نگاه میکنیم، میبینیم که افرادی هستن با تاریخ مبارزاتی چندین ساله که ممکنه خیلی از خانمهایی که در رده اونها نگاه میکنیم هستن، خیلی بیشتر تجربه دارن از لحاظ مبارزاتی، سابقه مبارزاتی خیلی بالاتری دارن، مثل آقای ابریشمچی یا آقای عباس داوری یا افراد دیگه. ولی میبینیم که خانمهایی که در این تشکیلات هستن نقش رهبری دارن و بالاتر از اونها، و این مردان با خلوص نیت، بدون هیچ حسادت، بدون هیچ بخل و کینه‌ای که ذات انسانی هستش، اینا گذاشتن که خانم ها رهبرشون باشن و بتونن این تشکیلات رو رهبری کنن. و چقدر زیبا این تشکیلات رو رهبری کردن و این هزار زن اشرفی ثابت کردن که تونستن زیر بمباران، زیر موشک باران، تهاجمایی با سلاحهای سنگین و سبک، هامویایی که از روشون رد شد، توطئه‌هایی که بر علیهشون شد، تونستن به این زیبایی مقاومت رو از روی این سختی‌ها عبور بدن و هنوز شکوفا و پویا نقش داشته باشن و حضور پررنگ داشته باشن. خانم شفایی، خانم رجوی توی سخنرانشون توی آلبانی گفتن که من این جملهشون رو از رو میخونم: رژیم به موازات صدور تروریست و بنیادگرایی به کشورهای منطقه، عامل اشاعه زن ستیزی به آنها نیز هست. از این رو مهمترین تهدید علیه دستاوردهای زنان در جهان امروز به شمار می آید. میخواستم بپرسم منظور ایشون از این جمله چیه؟ چون تا به حال کسی به این صراحت از این موضوع صحبت نکرده. نکته بسیار درستی دست گذاشتین خانم غفاری، به خصوص سر اینکه خانم رجوی این مسئله رو تاکید کردن. کاملا درست میگن. از کشور خودمون شروع میکنیم که ببینیم، وقتی که رژیم آخوندی به قدرت رسید، اولین کاری که کرد زنها رو مجبور کرد که پوشش اجباری داشته باشن. بعد در دانشگاه ها محدودیت ایجاد کرد برای خانم ها که چه رشته های تحصیلی رو برن دنبالش. بعد شروع کرد در ادارات تفکیک جنسیتی کرد، در اتوبوس ها زنان رو اجازه نداد وارد ورزشگاه بشن. یعنی هر چی که زنان در این فاصله که حداقل 150 سال سابقه مبارزاتی زنان ایران داشتن در تاریخ معاصر، و این هر چی که زنان ایران به دست آورده بودن و ازشون گرفت، یه چیز خیلی بارز و آشکاریه توی جامعه ایرانی. الان خانوم ها حتی دوچرخ سواری هم اومده ممنوع کرده، خواندن زن در ایران ممنوعه، زن اجازه نداره حتی کنسرت هایی که خانوم ها میرن و نوازندگی میکنن و تعطیل میکنه. مهمانی های زنانه رو هجوم میبره و دستگیر مهمانی میکنه. مهمانی های زنانه به آرایشگاه های خانوم ها تهاجم میکنه، و خودمون میدونیم که بالاترین منبع اشاعه فساد همین سپاه پاسداران و خود رژیم آخوندی، ولی از اون ور زنان رو تحت فشار میذاره. بعد میاد حرفای میزنی که آره زنان باید بچه تربیت کنن، زنان باید تو خونه بشینن نیروی انقلابی تربیت کنن. میگم زن رو به عنوان یک موجود خانه نشین، یک موجودی که فقط مرد حق داره بهش تعرض کنه، مرد حق داره زور بگه، حق طلاق نداره، بعد در بدترین شرایط زنان کشور ما نه تنها از طرف رژیم بلکه از طرف مردان خودشون، وقتی که تحت فشار هستن حتی حق طلاق ندارن، کتک میخورن، تعارض جسمی، جنسی و حتی تعارضهای روحی بهشون میشه، اینا حق ندارن از خودشون دفاع کنن. نمونه بارزش خانم ریحانه جباری، این دختر جوان برای چی اعدام شد؟ وقتی که ما میگیم توی این جامعه تمام دستاوردهای زن ازش گرفته شده، این دختر جوان حق نداشت که از خودش دفاع بکنه و دفاع کرد و وایساد پاش، آخرش هم اعدامش کردن. این الان در کشور خودمون ما اینو میبینیم. از اون ور رژیم رفت یمن، همین کار داره میکنه، تو عراق همین کار رو میکنه. زنانی که قبلا ممکن بود خب تحت ممکنه یه حکومت دیکتاتور هم بودن، ولی حق دانشگاه رفتن داشتن، تو پارلمان نقششون خیلی پررنگ بود. الان زنان عراق در چه نقطه‌ای هستن؟ همون چیزی که زنان ایران دارن میکشن. یعنی شما میگین این یک فرهنگ؟ بله دقیقا همینه، یک طوفان مهیبی هستش که هر جا میره ویران میکنه دستاوردهایی که اون جامعه برای آزادی برای خودشون به دست آوردن، همه رو نابود میکنه و نوک پیکانش هم
زن ستیزیه. یعنی واقعا از اولین چیزی که شروع میکنه در حقیقت سلطه‌گریش روی زنان و گرفتن حق زن هستش، درست. همونطوری که در کشور خودمون کرد. اولین حرکت، اگه یادتون باشه، خب اول فضای سیاسی ایران بسیار باز بود و همه به هر حال یه جورایی داشتن فعالیت های سیاسی خودشون میکردن، ولی اولین حمله شو زد روی زنان با حجاب اجباری و پوشش اجباری. دقیقا. خانم شفایی، من ویدیوی ورود خانم رجوی به فیلم کنم محوطه مجاهدین بود توی آلبانی، یه صحنه دیدم که یک زن مجاهد روی صندلی چرخدار نشسته بود، خانم رجوی نزدیک شد و بعد از بوسه و بوسه زدن بر پیشانیش حتی ایشون رو گلبارون کرد و خیلی اصرار داشت که پاهاش رو بوسه بزنه، که این خانم ممانعت میکرد ولی خانم رجبی مرتب میگفتن خواهش میکنم خواهش میکنم اجازه بدید. به هر حال میخواستم ازتون بپرسم این خانم که رو صندلی چرخدار نشسته بود رو بر ما معرفی کنین لطفا. بله، فکر کنم صحنه ای بود که هر انسان آزاده اگه این صحنه رو میدید اصلا دگرگون میشد. من که واقعا دگرگون شدم، صحنه رو دیدم نتونستم جلو خودم بگیرم از اینکه به هر حال یک صحنه بسیار انسانی بود. ایشون خانم مهناز بزازی هستن، از اعضای شورای رهبری که در جریان بمبارانی که در قرارگاه اشرف در همون زمان نیرو حمله عراق توسط نیروی ائتلاف شد و به درخواست رژیم انگلیس و امریکا در سال 2003 با هماهنگی به شخص ویژه جکسترا حمله های موشکی به اشرف کردن، به رغم اینکه سازمان مجاهدین اعلام بیطرفی در این جنگ کرده بود، ایشون از مجروحین اون موقع هستند که هر دو پاشون رو در طی این بمبارون از دست دادن و با این تن مجروح سالها در محاصره که در اشرف و بعد در لیبرتی بودن ایشون پایداری کردن و خانم رجوی در مقابل این پایداری، در مقابل این الگوی زن اشرفی که چجوری ایستاد در مقابل دشمن، یک حالت تشکر، شاید یک به قول معروف هر انسان آزاده میخواد در قبال همچین فداکاری های زانو بزنه. و خانم رجوی به عنوان یک رهبر این جنبش، که معمولا رهبرای هیچ جنبش این کار رو نمی کنم. حالا ندیدم، شاید وجود داشته ولی من خودم شخصا تا حالا ندیدم که یک رهبر یک جنبش یا حتی رئیس ستاد ارتش، من تا حالا ندیدم بره اینجوری پای رزمندش رو ببوسه. و این قابل افتخار برای زنان ایران که همچین رهبری داره، که اینجوری ارزش میده به مقاومت زنان. در حقیقت ایشون نه تنها بر پای خانم مهناز بزازی میخواستن بوسه بزنن، تنها این نبود بلکه یک قدردانی بود از تمام مقاومت‌های زنان ایران در مقابل اون ستمی که به زنان ایران شد و این زنان چجور مقاومت کردن. در حقیقت خانم رجوی یک حالت تشکر و افتخار کردن به این رزمندگانشون رو داشتن. خانم شفایی، از اونجا که شما توی شبکه‌های اجتماعی خیلی فعال هستید، میخواستم واکنش کاربران این شبکه‌ها رو و حتی رسانه‌های غربی نسبت به این سفر رو بدونم. خب واکنش خیلی زیاد بود. میدونین تمام صفحات شبکه‌های اجتماعی از این دیدار و از این کنفرانس به خصوص، هر جا می رفتین، هر قسمتی که سر می زدین، چه در توییتر، چه در فیسبوک، در اینستاگرام، هر شبکه‌های مختلف می رفتین، می دیدین که چقدر این پوشش داده شده، خیلی زیاد، و چقدر از داخل ایران دیده شده. و مثلا می رفتین می دیدین روی پست فیسبوک، با اینکه خب خیلی خطرناکه برای افرادی که داخل ایران هستن، لایک خورده، کامنت گذاشته شده. خب مردم ایران از طریق ماهواره و تلویزیون‌های ماهواره‌ای این خبر رو دیدن. خب پوشش خیلی گسترده‌ای توسط خود هواداران سازمان، افرادی که حتی هوادارم نبودن ولی ضد رژیم هستن و اینا، همه خب روی مسئله واکنش نشون دادن، نگاه کردن و براشون خیلی جالب بود.
به هر حال اون استقبال گرمی که اشرفیایی که در آلبانی بودن از خانم رجوی کردن، خودش انقدر شور و شعف داشت که به هر حال هر انسان آزاده ای رو باعث می شد که احساساتش تبلور پیدا کنه و تحت تاثیر قرار بگیره. برای همین می دیدیم که چقدر واکنش ها زیاد از طرف خود ایرانیان و هواداران مقاومت و افرادی که خواهان سرنگونی این رژیم هستند. از طرف دیگه رسانه‌های خارجی، من چیزایی که دیدم رسانه‌های نروژ، کشورهای اروپایی، خیلی این پررنگ بود. در کشورهای عربی چند سایت های عربی این رو بازپخش کردن، ولی از اون ور سکوت به قول معروف خفقان رژیم در مقابل من فکر کنم اصلا اینا یک آن حالت چکمیت شطرنج شده بودن. کیشوماتی که در شطرنج هستش، اینا اصلا در اون حالت هم اصلا نمیدونن چی جوری جمع کنن این موضوع رو. حالا فعلا در این حالت بهت زدگی و خفقان فرو رفته رژیم. حالا اینکه بعدن چی میشه توی، ببخشید این عبارت به کار میبرم، توی سگ دعواهای خودشون حتما اشاره خواهد شد، ولی در حال حاضر این بهت و سکوت در رژیم به چشم میخوره و خیلی هم مشخصه دیگه چی میتونن بگن. این همه سال سعی کردن که نقش مقاومت کمرنگ نشون بدن، بگن اینا دیگه اصلا بازنشسته شدن، یه سری افراد پیری که اصلا هیچ کاری ازشون بر نمیاد. بعد میبینی جوانای یلی اونجا وایستادن و اینجوری با شور و شعف، زنان و مردان، حتی افراد موسن اونجا از 100 تا جوان انرژیشون بیشتره. خب اینو چطوری میخواد رژیم جواب بده بعد از این همه سالی که تمام بلنگوهاشو به کار گرفت، تمام ابزاری که تونست، از ابزار کرواتی، مینی ژوپوش، از ابزار فمینیستی، از ابزار چپگرا، چپنما، از همه چی سعی کرد که سوء استفاده کنه که خط مقاومت رو کمرنگ جلوه بده، ولی الان دیگه میبینه کور خونده، اصلا از این خبرها نیست و مردم هنوز به مقاومت ایمان دارن. همونجوری که میبینیم مردم سوریه چقدر بعد از این همه محاصره که بودن توسط رژیم بشار اسد و رژیم ایران، نیروی تروریستی قدس، میبینیم که سپاه پاسداران، میبینیم هنوز مردم بعد از اینکه محاصرهشون شکسته میشه، اولین کاری که میکنن تظاهرات میذارن. خب فکر میکردن که سالها که مثلا حمص و حلب و اینا رو زیر محاصره قرار میدن، خب وقتی که اینقدر فشار میارن دیگه مردم دیگه توان ندارن، ولی دیدن تا یه ذره باز میشه محیط، اولین کاری که میکنن مردم میریزن تو خیابونا و تظاهرات میذارن. خب الان هم دقیقا همین مسئله در مورد جامعه ایران به کار میره. الان دیدین که تمام مجاهدینی که از عراق اومدن با این همه توطئه، با این همه فشار از طرف تمام دنیا، نه فقط از طرف رژیم، از طرف استعمار و ارتجاع، یک پیوند کثیفی که داشتن، دیدن که اصلا همچی چیزی امکان نداره. جوری که خود آقای جان کری بعد از اینکه پستش رو تحویل میده به کابینه جدید، توی صحبتاش از کارهای انسانی که از خودش صحبت میکنه، همین جابجا شدن، انتقال سازمان مجاهدین به عنوان یک نیرو، نه به عنوان پناهنده ناراحت گوشه‌گیر ورشکسته، بلکه به یک عنوان یک نیروی پوینده، اصلا کلمه ایرانیان اپوزیشن رو به کار میبره. خیلی کلمه سنگینیه، یعنی اینکه شما الان دولتی که این همه سعی کرد با رژیم توافق بکنه، زد و بند بکنه، آخرش اومد سر خط مجاهدین که مجاهدین یک نیروی اپوزیسیون هستن و به رسمیت شناخت این نیروی اپوزیسیون رو. دقیقا. خانم شفایی خیلی ممنونم از وقتتون و توضیحات بسیار جالبی که دادید. پیشاپیش نوروز 96 رو بهتون تبریک میگم و امیدوارم به زودی شاهد سرنگونی رژیم ایران باشیم تا دموکراسی رو در ایران برقرار کنیم. خیلی ممنونم از اینکه این فرصت رو به من دادین که مجددا در خدمت هموطنان عزیزم باشم. من هم پیشاپیش نوروز رو به شما و تمام مردم ایران تبریک میگم و همینطور با تأخیر روز زن رو به تمام زنان آزاده کشور و تمام زنان آزاده دنیا تبریک میگم. این روز بر شما هم مبارک باشه. خیلی ممنون. روز شما هم بخیر.
فریاد مرده تو حنجره باد، ما زنان تا زنده هستیم روز خوش نداره بیدار، روز خوش نداره بیدار. هم نبرد من بیا پرده شب را بدری، اصل ویرانه این خاکو به پایان ببری، هم نبرد من بیا پرده شب را بدری، اصل ویرانه از این شب کوره، تشنه چشم امید و مشتای پرغروره، بیا ای رفیق و ای یار، ای تو هم نبرد بیدار، مشک زن مشک قیامه بنویسیم روی دیوار، هم نبرد من بیا پرده شب را بدری، وصل ویرانه این خاکو به پایان ببری، هم نبرد من بیا پرده شب را بدری، حرمت قلم ها میشکنه زیر قدم ها، پر پرواز قناری میشه زندانی غم ها، وقتی ممنوع سرودن برای حق تو با من، درس اولت همیشه درس آزادی، ای زن هم نبرد من بیا پرده شب را بدری،